خبرهای نیمروزی خوش آمدید. تأکید رئیس جمهور منتخب بر شناسایی و بکارگیری توانمندان جناح‌های مختلف در دولت چهاردهم. به همه هم میگیم کمک بکنید، یهو می‌بینیم همه هم آدمای خودشونو معرفی میکنن. آقای پزشکیان با اتحاد و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب میتوان مشکلات کشور را حل و با تحریم‌ها مقابله کرد. اگر قرار با قدرت بمانیم و مشت محکمی به دهن اونا بزنیم، باید در کشور همه با هم متحد بشیم. پیشبینی افزایش 2 درجه دمای هوا در بیشتر مناطق کشور و اعزام گروه‌ها برای شناسایی بدمصرف‌ها. هشدار قطع برق به مشترکان پرمصرف خانگی، تجاری و اداری. بازگشت موفق ناوشکن سهند. نخستین بار در آسیا متخصصان ایرانی توانستند شناور غرق شده را سالم به روی سطح آب بیاورند. جنایت همزمان صهیونیست‌ها در غزه و کرانه باختری. در حملات امروز رژیم صهیونیستی 23 فلسطینی به شهادت رسیدند. I have two children that I have photographs of and directly on the side of the head in the same child. No toddler gets shot twice by mistake by the world's best sniper and they're dead center shots. دستیابی به دانش جدید درمان زخم پای دیابتی با همت پژوهشگران رویان، روشی درمانی با بازسازی بافت سلول‌های بیمار. 5 بیمار که بیماران مقاوم به درمانی بودند و در طول چندین ماه درمان زخم پای دیابتشون انجام نشده بود، این محصول رو دریافت کردند و نشون دادیم که این بیماران تونستن زخم پاشون بهبود پیدا کنه. در میز اقتصاد بررسی می‌کنیم افتتاح مرکز تسهیل تأمین مالی تولید و سامانه جامع تسهیلات اشتغال زایی چه تأثیری در بهبود تأمین مالی دارد، چه ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی برای حل مشکل کمبود نقدینگی تولید کنندگان و کمک به تأمین مالی تولید وجود دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. در مصدر شما هستیم. مشروع خبرهای ساعت 14 رو به اتفاق همکارانم تقدیم میکنیم. رئیس جمهور منتخب در جمع اعضای ستادهای مردمی خود بر شناسایی و بکارگیری توانمندان و افراد صادق با تجربه و با دانش از جناح‌های مختلف در دولت چهاردهم تاکید کرد. آقای پزشکیان گفت با اتحاد و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب می‌توان مشکلات کشور را حل و با تحریم‌ها مقابله کرد. به همه هم می‌گیم کمک بکنید، یهو می‌بینیم همه هم آدمای خودشون رو معرفی میکنن. حالا چجوری باید چکار؟ قدم اول انتخاب کابینه وفاق ملی است، محوری که رئیس جمهور منتخب در دیدار با اعضای ستادهای مردمی خود بر آن تاکید کرد. باید کاری بکنیم که اون وفاقی که ازش حرف میزدیم، اون شعاری که میدادیم، میگفتیم مملکت با یه گروه، با یه دسته، با یه جناح اداره نمیشه، خودمون پایبند باشیم، نکنه یه گروه بشیم، نکنه یه جناح بشیم، نکنه یه دسته بشیم و نتونیم این کارو بکنیم. درخواست آقای پزشکیان از همه برای در صحنه بودند. اگر نخبگان ما، توانمندان ما، عالمان ما، تولید کنندگان ما، کارشناسان ما در صحنه باشند و ما به آنها احترام بذاریم، ما خواهیم توانست این کشتی رو راحت به اون ساحل نجات برسانیم. ولی اگر هر کدوم از اینا رو ما بخوایم حذف کنیم، قطعا مشکل پیدا خواهیم کرد. اونا نمیخوان ما سر پای خودمون بیستیم، اونا نمیخوان ما مستقل باشیم. قدم اول اینه که ما در داخل کشور با هم باشیم. اگر قرار با قدرت بمانیم و مشت محکمی به دهن اونا بزنیم، باید در کشور همه با هم متحد بشیم و تلاش برای عزت کشور. از همه قومیت‌ها، جنسیت‌ها، جوانان، کودکان، پیران و همه اون کسانی که رأی دادن به من، رأی ندادن به طرف مقابل، رأی دادن همه اون کسانی که نیامدن، الان میگم که ما
هممون با هم برای ایران باید تلاش کنیم و کشورمون رو با قدرت، با عزت بتونیم پیش ببریم و حتما خواهیم توانست این کار رو بکنیم. رئیس جمهور منتخب همچنین گفت اگر جناحی و حزبی عمل کنیم به ضلالت میفتیم و رضایت مردم شاخص مدیریت ماست. هر کسی بخواد دولت بشه و یا استاندار بشه یا فرماندار یا مدیر کل، یک اصل رو با همه اینا توافق خواهیم کرد و اگر خلاف این باشه قبول نخواهیم کرد. اون رضایت مشتریه، رضایت مردمه. شما هر جا دیدید ما راه رو اشتباه میریم، حقی رو ناحق کردیم یا نادیده گرفتیم یا بر اساس عدالت عمل نمی کنیم، حتما به ما گوشزد کنید. من در خدمت شما هستم. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما. آیین پایانی رویداد و جایزه ملی حاج عبدالله والی و جلسه شورای عالی جهاد سازندگی با حضور سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد. سرپرست ریاست جمهوری گفت آنچه باعث ماندگاری نام و یاد حاج عبدالله والی و شهید رئیسی به عنوان جهادگران خدمت شد، اخلاص بود. حاج عبدالله والی مسئول فعال و جهادی کمیته امام خمینی در منطقه بشاگرد بود که در سال 84 درگذشت. فعالیت ها متفاوت. در حوزه تولید محتوا، عکس و فیلم مشغول فعالیت هستیم. خیریه هستش که به سمت درمانی داره حرکت میکنه. اما هدف یکیست، محرومیت زدایی. چه در کرونا اینو دیدیم، چه در سیل و زلزله ها اینو دیدیم، چه در جنگ اینو دیدیم، چه در واکسیناسیون اطفال در دل اون جنگ به توسط بسیج اینو دیدیم. حالا در مراسمی الگوهای موفق کار مردمی و جهادی در عرصه محرومیت زدایی و پیشرفت کشور از فعالیت‌هایشان به سرپرست ریاست جمهوری گفتند. حالا دیگه ما این مثلا این همه را بعد تو این کوه و نمیدونم سنگلا خوبی مسیری که در دولت 13 با نگاه ویژه تری دنبال شد. آیت الله رئیسی واقعا معتقد بود که ما با بکارگیری و راه اندازی و تقویت جریان جهادی کشور رو میتونیم مشکلاتش رو حل کنیم و انصافا هم جایی که اینا وارد شدن این اتفاق افتاد. بله، در محرومیت زدایی به جد، هم در آبرسانی همین اتفاق افتاد، در بحث مسائل بهداشت درمانی این اتفاق افتاد، در بحث زیرساختهایی که در مناطق محروم لازم بود ایجاد بشه این اتفاق افتاد. کاری که بچه‌های جهادی میتونن بکنن در عرصه حکمرانی کار بسیار بزرگیه و کار بسیار کلانیه. تو هر زمینه‌ای که ورود کنن، آبخیزداری ورود کنن، تو بحث‌های اقتصادی ورود کنن، در بحث‌های کشاورزی ورود کنن، همه این بحث‌ها ما معادل‌هایی واقعا داریم که زبان زدن. به عنوان استاد جهادی در پایان این مراسم از جهادگران نمونه تجلیل شد. سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما. پرداخت همه بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی در دولت 13. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه نظارتی امروز به نمایندگان مجلس گزارش داد. توجه به تعاونی‌ها در ایجاد عدالت، کاهش 6% نرخ آسیب‌های شغلی و افزایش 170% حداقل حقوق کارگران از محورهای اصلی گزارش آقای مرتضوی بود. نحوه عمل کرد و سه‌شنبه نظارتی مجلس با گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشرفت راه اندازی سامانه اطلاعات ایرانیان در رابطه با محرومیت زدایی آغاز شد. اطلاعات اقتصادی، اطلاعات ساختاری 85 میلیون ایرانی در حوزه‌های بانکی، خودرویی، مالیاتی و درآمدی و بیمه پایه در سامانه اطلاعات ایرانیان وجود دارد تا با کمک این سامانه اهدافی مثل توسعه عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و اخذ مالیات از گروه‌های پردرآمد به سرانجام برسد. با بهره برداری از این سامانه امروز ما قادر هستیم که تعداد جمعیت شاغل، تعداد جمعیت بازنشسته، تعداد زنان سرپرست خانوار، تعداد جمعیت فعال کشور را در سطح کشور، در سطح استان، در سطح شهرستان و در سطح بخش شناسایی کنیم. برخی از نمایندگان هم با اشاره به آثار مثبت راه اندازی این سامانه تاکید داشتند. جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر نتیجه‌اش توزیع عادلانه اعتبارات به خصوص در مناطق محروم خواهد بود. پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان بایستی به طریقی باشه که بتونه کمک کنه برای تدوین
ترکیبی توزیع اعتبارات. آقای وزیر یک بار دیگر برای پاسخ به سوالات و ابهامات پشت تریبون مجلس رفت و اشاره‌ای به دستاوردهای سامانه رفاه ایرانیان داشت. سه طرح بزرگ، طرح یسنا، طرح کالابرگ الکترونیکی، طرح کودکان دارای سوء تغذیه را ما اجرا کردیم. اکنون که ما در خدمت شما هستیم، ماهانه بالغ بر 1 میلیون کودک در دهک‌های پایین درآمدی در سراسر کشور از این مزیت برخوردار هستند و ماهیانه بین 600,000 تومان تا 1 میلیون تومان دریافت میکنن. رئیس مجلس هم در جنبندی این موضوع با اشاره به اشکالاتی در روند کار این سامانه گفت سازوکار مناسبی در حوزه وحدت رویه، برخط کردن دستگاه‌ها و راستی‌آزمایی اطلاعات باید انجام شود. اگر این داده‌ها بین دستگاه‌ها تبادل نشه، دو طرفه نباشه، همه این زحماتی که میکشیم، پول‌های زیادی که گذاشته میشه، اصابت به گروه‌های هدف و برنامه‌ریزی ما واقعا اتفاق نمیفته. جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور برخی از وزرا از ساعت 14 امروز آغاز شده. فاطمه علیخانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی. از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 3 سال فعالیت دولت 13 افزایش صدور مجوز و تمدید آن برای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای است. این صدور و تمدید در این 3 سال با افزایش 214% به 43,488 مورد رسیده است. هش نرخ بیکاری در دولت 13 بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مراکز رسمی داخلی و خارجی، نرخ بیکاری به 7.7% رسید. برای این کاهش استفاده از ظرفیت آموزش فنی حرفه‌ای در دستور کار بود. به بیش از 2 میلیون نفر در این بازه زمانی 33 ماهه آموزش فنی و حرفه‌ای داده شده است. تمام مراکز استان‌ها، تمام مراکز شهرستان‌ها به حمدالله از زیرساخت‌های آموزشی در اقصا نقاط کشور ما بهره‌مند هستیم. به طور ویژه هم در واقع هم برای مناطق حاشیه‌ای و کمتر برخوردار یک اهتمام ویژه‌ای سازمان داره که حدود بیش از 20,000 نفر دوره عملکرد سال گذشته ما بوده. با افزایش تعداد مراکز مهارت آموزی در بخش دولتی و آزاد، رشد 10 برابری صدور مجوز تأسیس آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، بیش از 657 مرکز آموزش در بخش دولتی که در دل این مراکز دولتی حدود 4800 کارگاه آموزشی وجود داره، به 19 گروه هدف خدمات آموزشی ارائه میده. و رشد چشمگیر مراکز آموزشی جوار کارگاهی، رشد 300% مجوز مراکز کارآموزی مهارتی جوار کارگاهی و بین کارگاهی، بیش از 4040 واحد آموزش جوار کارگاهی شاهد هستیم که یک تفاهم بسیار خوبی رو بین سازمان و بخش‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور از سال گذشته تا به امروز داریم دنبال میکنیم. طرح سرباز ماهر هم برای افزایش مهارت سربازان با جدیت پیگیری شد. با خودم فکر کردم بهتره با اینکه مدرک دانشگاهی هم دارم یکی از این کلاس‌ها رو شرکت کنم، یه مهارت یاد گرفته باشم. مدارس تابستانه مهارت هم عنوان طرحی بود برای تقویت مهارت دانش آموزان. از اون جنوب شهر بگی تا شمال شهر نمایندگی باشه، مغازه باشه، میتونم کار کنم. با آموزش دانش آموزان 12 تا 18 ساله و با هدف مهارت آموزی نیروی کار جوان کشور. بیرون میتونم مغازه چیزی برای خودم دست و پا کنم. پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما. سازمان هواشناسی از ماندگاری هوای گرم تابستانی و حتی افزایش دما در بیشتر مناطق کشور خبر داده. مدیر عامل شرکت توانیر گفته اخطار و قطع برق در انتظار مشترکان پر و مصرف خانگی، تجاری و اداری است. به گفته آقای رجبی مشهدی، شناسایی و صدور اخطار قطع برق برای مشترکان پرمصرف در تمامی بخش‌های تجاری، اداری و خانگی و اعزام گروه‌های صنعت برق به ادارات، بانک‌ها، شهرداری‌ها و دیگر مراکزی که مردم به عنوان پرمصرف معرفی می‌کنند در دستور کار است.
رجبی مشهدی همچنین گفت با توجه به تاکید وزیر نیرو، اگر مشترکی طی ساعات 0 بامداد تا 8 صبح نیز الگو را رعایت نکند، با قطع برق مواجه خواهد شد و وصل مجدد انشعاب فقط با اصلاح مصرف و اخذ تعهد کتبی از مشترک امکان پذیر است. این روزها در میان نخلستان‌های جنوب خورشید داغ‌تر از همیشه می‌تابد. با وجود دمای بالای هوا، اما زندگی در جریان است. هرچند برخی این گرمای سوزان را بیش از دیگران احساس می‌کنند. هوا الان خیلی گرمه، ولی دریا سخت‌تر دیگه. والا سخت هست، ولی دیگه کارمون چاره ای نیست. ما اگه خودم مجبور نمونم واقعا این گرما نمی‌تونستم کنم. تداوم دمای 49 درجه و بالاتر از فردا چهارشنبه تا 6 روز آینده تازه‌ترین هشدار سازمان هواشناسی است. همزمان با استقرار هوای گرم در کشور، مصرف برق نیز 7.5% افزایش یافته. تا دو هفته آینده هم خب به تبع با توجه به دما پیشبینیمون این هست که مصرف افزایش پیدا میکنه. 50% مصرف برق در بخش خانگی ثبت شد. تو روز وقتی نیاز به لامپ نداریم، لامپ ها رو خاموش کنیم، لامپ های اضافه. مصرف رو رعایت کنن دیگه، اون تایمی که نباید همه وسایل برقی با هم روشن باشه. شرکت توانیر اعلام کرده برق مشترکان پرمصرف در صورت بی توجهی به رعایت الگو قطع می شود. ادارات که اجباری دستورالعمل داره که باید صبح 40% کاهش بدن و بعد از تایم اداری هم که 70% نسبت به صبح. مشترکین خانگی اینا هم به هر حال برای اینا هم اخطار داده میشه که اگر مصرفشون رو بیش از حد باشه، به هر حال مدیریت مصرف نکنن، ممکنه دچار قحطی خواهند شد. در مقابل مشترکان خوش مصرف مشمول پاداش صرفه جویی خواهند شد. در طرح پویش با انرژی برای پایداری شبکه برق با ما همراهی میکنید، جوایز بسیار ارزنده‌ای در نظر گرفتیم، مثل ده‌ها خودرو و میلیون‌ها تومان جوایز نقدی و غیر نقدی دیگر هم تدارک دیده شده. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، میانگین دمای هوا در 30 استان کشور در تیر ماه گرمتر از حد معمول بوده، گرمایی که تا نیمه مرداد تداوم دارد، زمانی که فصل خرماپزان در نخلستان‌های گرم جنوب آغاز می‌شود. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان. بله هموطنان عزیزم، یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف برق استفاده از نور طبیعی برای روشنایی است. بهتره در طول روز به جای نور مصنوعی از نور خورشید استفاده کنیم تا آسان‌تر از این روزهای گرم تابستون عبور کنیم. متشکرم. ادامه دیدارها با رئیس جمهور منتخب، دولت مردان 13 و آقای پزشکیان گزارش دادند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از مسائل بودجه جاری کشور، بودجه عمومی و نیز بودجه هدفمندسازی یارانه ها و مسائل مهم و روز این سازمان از جمله خرید تضمینی گندم و هدفمندسازی و پرداخت یارانه ها مطرح کرد. رئیس بانک مرکزی هم گزارشی از وضع ارزی، پولی و بانکی بانک مرکزی به رئیس جمهور منتخب ارائه کرد. وزرای اقتصاد، بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش هم در ادامه دیدارهای مسئولان دولت 13 با رئیس جمهور منتخب به صورت جداگانه با آقای پزشکیان دیدار و گزارشی از حوزه مسئولیت خود ارائه کردند. حملات همزمان رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری. از بامداد امروز تا کنون دست کم 17 فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه شهید شدند. در حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه 4 فلسطینی به شهادت رسیدند. 12 فلسطینی هم در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه شهید شدند. شماری از شهدا کودکند. پا
پس از جنایت هولناک دیروز در خان یونس که به شهادت 85 فلسطینی انجامید، امروز هم بالگردهای ارتش اشغالگر این شهر را گلوله باران کردند. منابع رسانه‌ای هم از هدف قرار گرفتن یک کامیون حامل آوارگان فلسطینی در خان یونس خبر دادند. یک پزشک آمریکایی که شاهد جنایت صهیونیست‌ها در غزه بود، به تازگی اعلام کرده تک تیراندازان صهیونیست به قصد کشت کودکان غزه را هدف قرار می‌دهند. I have two children that I have photographs of that were shot so perfectly in the chest I couldn't put my stethoscope over their heart more accurately and directly on the side of the head in the same child. No toddler gets shot twice by mistake by the world's best sniper. And they're dead center shots. همزمان سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره کوچاندن چند باره فلسطینی ها هشدار داد. از کرانه باختری هم خبر می رسد اشغالگران صهیونیست 6 فلسطینی را در جریان یورش به طول کرم و الخلیل به شهادت رساندند. رژیم صهیونیستی به یک ون در جنوب لبنان حمله کرد. بر اثر این حمله چند نفر مجروح شدند. حزب الله نیز شهرک جدیدی را در شمال سرزمین‌های اشغالی و 5 محل استقرار نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد. اجازه بدید با همکارم مستقر در مرز لبنان با فلسطین اشغالی صحبت بکنم. آقای عظیم‌زاده، خدمت شما عرض سلام دارم. خواهش میکنم به ما بگید که حزب الله در 24 ساعت گذشته چند عملیات تهاجمی انجام داده؟ خانم خلجی، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. حزب الله لبنان در 24 ساعت گذشته 7 عملیات انجام داده. در مهمترین عملیات، حزب الله به وسیله موشک‌های گراد کاتیوشای خودش برای اولین بار شهرک نظامی و صهیونیست نشین تسوریال در عمق 7 کیلومتری شمال غربی سرزمین‌های اشغالی رو هدف قرار داد. باز هم تعدادی از موشک‌های کاتیوشای حزب الله برای منحرف کردن سامانه پدافند موشکی ارتش رژیم صهیونیستی استفاده شد و تعدادی از موشک‌های حزب الله هم دقیقاً به شهرک نظامی و صهیونیست نشین تسوریال اصابت کردند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعتراف کردند در جریان این عملیات تهاجمی حزب الله، ضمن اصابت موشک‌ها به این شهرک، دو صهیونیست هم به شدت مجروح شدند. این عملیات تهاجمی حزب الله در پاسخ به حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در روز گذشته به منطقه هانین در جنوب غربی لبنان بود که 2 نفر در جریان اون حمله نظامیان صهیونیست، 2 شهروند لبنانی مجروح شدند. پشت سر بنده هم در فاصله حدوداً 2000 متری شهرک نظامی متولای صهیونیست‌ها قرار داره. حزب الله در 3 عملیات 5 محل استقرار نظامیان صهیونیست رو هدف قرار داد. شب گذشته حزب الله با موشک‌های هدایت شونده‌اش 2 ساختمان رو که محل استقرار نظامیان صهیونیست بودن دقیقاً در همین شهرک، یعنی شهرک نظامی و صهیونیست نشین متولای، هدف قرار داد. در 2 عملیات دیگه حزب الله 3 محل استقرار نظامیان صهیونیست رو در شهرک نظامی المناره در منطقه اسب جلیل در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. ساعتی قبل بود که پهپاد مسلح و متجاوز نظامیان صهیونیست با 3 موشک به خودروی ونی در نزدیکی شهر شقرا در جنوب غربی لبنان حمله کرد. در جریان این حمله نظامیان صهیونیست، طبق اعلام منابع محلی، 2 نفر به شدت مجروح شدند که به بیمارستان نبتیه در جنوب لبنان منتقل شدند. همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از صبح امروز تا الان بارها با شکستن دیوار صوتی بر فراز مناطق مختلف در جنوب لبنان اقدام به شلیک بمب‌های حرارتی کردند. بله، خیلی ممنونم، متشکرم از گزارش شما همکارم عظیم‌زاده مستقر در مرز لبنان با فلسطین. بپردازیم به ادامه خبرها. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و تثبیت صلح گفت حمله های اسرائیل به غزه سبب افزایش تلفات غیر نظامیان، آوارگی و تخریب زیرساخت های غیر نظامی شده است. خانم روزماری دی کارلو در نشست شورای امنیت با اشاره به تشدید حمله های نظامی رژیم صهیونیستی در هفته های اخیر افزود خطر گسترش درگیری در خاورمیانه واقعی است و باید از آن دوری کرد. نماینده روسیه هم در این نشست با بیان اینکه اسرائیل همه ابتکار عملها برای برقراری صلح و همچنین قطعنامه های شورای امنیت را نادیده میگیرد گفت رویکرد اسرائیل موجب شده تا قطعنامه های شورای امنیت فقط جوهری بر روی کاغذ باقی بمانند. واسیلی نبنزیا تاکید کرد آتش‌بس در نوار غزه باید فوراً برقرار شود.
نماینده چین نیز با اشاره به اینکه اوضاع منطقه غرب آسیا در حال بدتر شدن است تاکید کرد راه حل‌های نظامی برای حل نزاع‌ها در این منطقه بی‌فایده است و به ثبات منجر نمی‌شود. وی افزود مجازات جمعی مردم نوار غزه باید متوقف و هر چه سریع‌تر کمک‌ها به این باریکه وارد شود. نماینده الجزایر هم با ابراز نگرانی در مورد حمله‌های نظامی رژیم صهیونیستی به غزه و حدیده یمن درباره هر گونه تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار داد و بر برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه تاکید کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد قصد دارد نامزدی حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری به دست بیاورد و دونالد ترامپ را شکست دهد. کامالا هریس که پس از کنارگیری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی به اصلی‌ترین چهره دموکرات‌ها برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شده، در سخنانی در جمع کارکنان ستاد انتخاباتی این حزب در ایالت دلاور از ترامپ نامزد انتخاباتی جمهوری خواهان به عنوان یک مجرم یاد کرد و افزود هیئت منصفه پیش از این ترامپ را به ارتکاب خشونت جنسی متهم کرده بود و او را به 34 فقره کلاهبرداری متهم کرده. هریس گفت در طول کارم به عنوان دادستان کل ایالت کالیفرنیا و پیش از آن به عنوان دادستان عمومی شهر سان فرانسیسکو مجرمانی مانند دونالد ترامپ را محاکمه کردم و به همین علت امثال او را خوب می‌شناسم. در خبری دیگر رئیس کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا گفت نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری هفته اوت برابر با 17 مرداد اعلام خواهد شد. جو بایدن سالم و در حال انجام وظایفش است. این واکنش کاخ سفید به شایعه مرگ رئیس جمهور آمریکاست. بایدن مدتی است به کرونا مبتلا شده و در انظار عمومی حاضر نشده. این مسئله باعث تقویت گمان زنی ها درباره مرگ او شده. آنچه روشن است این است که اکثریت سران حزب دموکرات آمریکا تصمیم گرفتند که هر چه زودتر بر روی کامالا هریس اجماع کنند. اما کامالا هریس در نظرسنجی ها موقعیت خوبی ندارد، به گونه ای که بنا به اعلام روزنامه نیوزویک در آخرین نظرسنجی نسبت آرای کامالا هریس به دونالد ترامپ 43% به 51% است و 8% از ترامپ عقب تر است. کاملا هریس واقعا تا حالا هیچ توانایی از خودش نشون نداده و اصلا عملکرد خوبی نداشته. به نرخ تورم نگاه کنید، قیمت بنزین رو ببینید، به جایگاهمون در دنیا نگاه کنید، کدومش خوبه؟ متاسفانه با این وضع ترامپ پیروز خواهد شد که خب اون دیگه از همه بدتره. من واقعا نمیدونم اوضاع در کشور ما چطور داره پیش میره، اما اینطور که من میفهمم ترامپ برنده است. من فکر میکنم که این یک سناریوی از پیش طراحی شده توسط طراحان بازی در پشت صحنه است برای اینکه ترامپ رو دوباره رئیس جمهور کنه. انگار نه انگار که اصلا در آمریکا مردمی هم وجود دارند. ترور نافرجام نامزد جمهوری خواهان که پرونده‌های متعدد دارد و اندکی بعد کنار گذاشتن یا کنار کشیدن نامزد دموکرات ها از صحنه رقابت به علت مشکلات و بیماری های ذهنی و جسمی، آن هم فقط 3.5 ماه مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. تا همین جای کار همزمانی این رویدادهای مهم در تاریخ سیاسی آمریکا بی سابقه است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. عملیات بازیابی ناوشکن سهند با همت شبانه‌روزی کارکنان نیروی دریایی ارتش انجام شد. این ناوشکن هم‌اکنون برای بازآماد و ارتقای نظامی به داک خشک صنایع منتقل شده است. نخستین بار در آسیا متخصصان ایرانی توانستند شناور غرق شده را سالم به روی سطح آب بیاورند. فرماندهان فنی نیروی دریایی اعلام کردند علت واژگونی ناوشکن سهند در دست بررسی است، اما هیچ گونه خرابکاری در این ناو روی نداده است. بیش از 350 ساعت 200 نفر از مهندسان و غواصان نیروی دریایی ارتش چشم روی هم نگذاشتند تا امروز سهند بعد از یک عملیات پیچیده سر از آب بیرون بیاورد. این گزارش روایت بخشی از 350 ساعت حیاتی برای اولین عملیات نجات شناور در ایران و آسیا است. ناوشکن سهند به گفته فرماندهان فنی نیروی دریایی به دلیل از دست رفتن تعادل در اسکله شرکت ایزویکو به سمت چپ کج می‌شود
و وارد آب می شود و به طور کامل به زیر آب در عمق 9 متری می رود. عده‌ای از مهندسان صنایع دریایی ایران و جهان معتقد بودند که دیگر ناوشکن سهند قابل بازگشت نیست، یا برای بازگشت آن باید ناوشکن اوراق و به صورت تکه تکه از آب بیرون بیاید. اما طراحان و مهندسان نیروی دریای ارتش معتقد بودند می شود ناوشکن را به طور کامل صحیح و سالم به روی آب آورد. با این وزن شناور که حدود 2000 تن بوده، در آب وزن ناوشکن حدود 5000 تن می شود. از این دست سوانح در نیروهای دریایی جهان کم رخ نداده. فقط در حدود 2 ماه اخیر در آسیا نیروی دریایی هند یکی از ناوشکن‌هایش را در کنار اسکله از دست داد و نیروی دریایی چین هم در تلاش است تا زیردریایی غرق شده‌اش در کنار اسکله را بازگرداند. با این حال مهندسان نیروی دریایی ارتش این عملیات ناممکن را انجام دادند. ابتدا با همسد کردن ناوشکن با سطح آب عملیات شناورسازی آغاز می شود. عملیاتی سخت و حساس. حالا نوبت به شناورسازی می رسد. سهندتونم که برگرد. بله خدا شکر شروع کردیم. انشالله که موفق بشیم کامل بیاریم اشکالا دوباره احیاش کنیم. انشالله. اینجا در شبها دمای هوا حدود 40 درجه است و در روز به 55 درجه می رسد و رطوبت هوا نزدیک به 80% است. غواصان نیروی دریایی ارتش روزانه بیش از 12 ساعت زیر آب برای نظارت بر اجرای دقیق عملیات بودند. شعاع دید زیر آب کمتر از 1 متر بود و در نهایت ناوشکن سهند سر از آب بیرون می آورد. مدیر مرکز طراحی شناورهای نیروی دریایی ارتش می گوید هزینه بازیابی و اوورهال ناوشکن سهند 1/100 هزینه ساخت یک ناوشکن همچون سهند خواهد بود. 1/100 3500 میلیارد تومان. تجهیزات الکترونیکی بالغ بر 80-90% مجددا احیا میشن. 10% حالا بنا به ضرورت و برای حفظ ایمنی و سیفتی شناور که میزان ریسک و خطرپذیری رو ما پایین تر بیاریم، اون 10-15% رو تعویض میکنیم. خب ما داریم وارد ناوشکن سهند میشیم، اتاق فرماندهی و پل فرماندهی. تا همین 48 ساعت قبل اینجا زیر 10 متر ارتفاع آب بود. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس شورای راهبردی دولت 14 گفت دولت 14 آماده گفتگوهای هسته‌ای مطابق برجام و قانون اقدام راهبردی مجلس است. آقای ظریف تصریح کرده قانون اقدام راهبردی در مورد مذاکرات هسته‌ای قانون کشور است و باید رعایت شود. برمیگردد به حوالی پاییز و زمستان سال 1399. کل دنیا یک پارچه دارن با آمریکا میگن چرا به تعهدات زودتر بر نمیگردی؟ این صدای معاهد دنیا خیلی مهمه. حدود 4 سال از توافقی میگذشت که ایران بابتش از غرب طلبکار بود. ما طلبکاریم از اروپایی‌ها، اونا از ما طلبی نباید داشته باشن. ما صبر کردیم، صبر بزرگ، صبر جمیل. 1 سال دست روی دست گذاشتیم و گوش کردیم. هی اونا وعده دادن، گفتن 2 هفته دیگه، 1 ماه دیگه، 1 ماه دیگه. اروپایی‌ها وعده دادن و عمل نکردن. و حدود 1 سال و نیم از خروج آمریکا از برجام می‌گذشت. بعد از 1 سال هم که ما تعهداتمون رو کنار گذاشتیم، اونم گفتیم ما این 2-3 تا تعهد می‌ذاریم کنار، تا 2 ماه دیگر اگر شما برگشتید ما هم برمیگردیم به نقطه اول. تا 1 سال تقریبا 2 ماه هی رفتیم جلو تا همه تعهدات اجرایی و عملیاتیمون در بخش فناوری هسته‌ای گذاشتیم کنار. همیشه هم گفتیم که شما برگردید به تعهدات، ساعت بعد ما به کل تعهدات برمیگردیم. پس منطق ما یک منطق بلندی هست، منطق صحیحی هست، منطق درستی هست. اونا نمیتونن به ما ایراد بیارن. منطقی که رئیس جمهور وقت کشورمان آن را بی ایراد میدانست، پشتوانش تصویب یک قانون در مجلس بود. تصویب شد آمریکا. با این پیام نمیشود با ایران بازی یک طرفه داشت. مجلس این پیغام رو داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده. تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران 9 بند داشت با این شاه بیت‌ها:
تولید و ذخیره سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20%، تحقق ظرفیت 190 هزار سو غنی‌سازی، احیای قلب راکتور آب سنگین عراق و بازگشت آن به شرایط قبل از برجام، توقف دسترسی‌های نظارتی فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در صورتی که ظرف 3 ماه از تصویب این قانون روابط بانکی ایران در اروپا و خرید نفت از ایران عادی نشده باشد، دولت موظف است اجرای پروتکل الحاقی را هم متوقف کند. 3 ماه از تصویب این قانون گذشت، طرفای اروپایی برجام روابط بانکی را عادی نکردند و موانع صادرات و فروش کامل نفت را بر نداشتند. بنابراین ایران علاوه بر از سر گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای اشاره شده در این قانون، اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کرد. که یکی از نتایجش این بود، چشم‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روی تأسیسات هسته‌ای ایران بسته شد و محتوای دوربین‌ها در اختیارشان قرار نگرفت. نوارهایی که ضبط میشه از برنامه‌های ما که هیچگاه هم به صورت زنده به آژانس ارائه نمی‌شد، بلکه روزانه و هفتگی ارائه می‌شد، نگه داشته میشه در ایران و در اختیار آژانس قرار داده نمیشه. حالا حدود 4 سال از تصویب این قانون گذشته. مجلس جدیدی بر سر کار آمده. رهبر انقلاب از اقدام مجلس 11 در تصویب قانون اقدام راهبردی به عنوان یک کار خوب که باید از آن الگو گرفته شود یاد می کنند. یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام راهبردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست. قوانینی که بازی‌های یک طرفه که منفعت مردم ایران را تامین نمی‌کند برهم می‌زند. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما. سخنگوی قوه قضاییه 17 شهریور را زمان برگزاری دادگاه پرونده ترور شهید سلیمانی اعلام کرد. به گفته آقای جهانگیر، این پرونده در 2 بعد حقوقی و کیفری بررسی می شود که در بعد کیفری برای 73 نفر از متهمان از جمله ترامپ و پومپئو پرونده تشکیل و کیفرخواست صادر شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود بر اساس حکم صادره دادگاه حقوقی، هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت 5 میلیون دلار و در مجموع 16 میلیارد و 590 میلیون دلار محکوم شدند و اکنون پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجرایی قرار دارد. آقای جهانگیر همچنین درباره پیگیری‌های صورت گرفته در رابطه با محمد رضا نوری، تبعی ایرانی زندانی در عراق هم گفت وی ابتدا با اتهام تروریستی دستگیر شد و با تلاش انجام شده این عنوان تغییر یافت. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، دولت آمریکا تلاش داشت تا آقای نوری برای محاکمه به آمریکا مسترد شود، اما دولت عراق موافقت نکرد. رئیس کل گمرک میگوید ارزش تجارت خارجی کشور در 4 ماه گذشته بدون احتساب نفت به 36 میلیارد دلار رسید. به گفته آقای رضوانی فر، از مجموع تجارت خارجی کشور در سال جاری سهم صادرات کالاهای غیر نفتی در این مدت 17.5 میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 8% افزایش داشته است. واردات کشور هم با کاهش 6% در مقایسه با مدت مشابه پارسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 18.5 میلیارد دلار شد. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل می توانند تا 15 مرداد ماه با قطعی شدن مالیاتشان در فرم تبصره 100 خودشان انتخاب کنند که مالیات پرداختی آنها در کدام یک از طرح‌های عمرانی نیمه تمام هزینه شود. آیین‌نامه نشاندار شدن مالیات ها تیر ماه امسال در هیئت وزیران به تصویب رسید. شغل شما چی هست؟ تول لیدر هستم. بنده قهوه فروشی دارم. یه مغازه داریم با خانمم شراکتیم. داستان به اینجا برمیگردد که مالیات دهندگان میخواهند بدانند مالیاتشون کجا هزینه میشود. میدونی مالیاتتون کجا هزینه میشود؟ نه متاسفانه. دوست دارید بدونید؟ بله. میدونید مالیاتی که پرداخت میکنید کجا هست؟ خیر نمیدونم. والا اگر بدونیم خیلی عالیه. گزارش‌های تفریق بودجه سال‌های گذشته تا حدودی میزان هزینه کرده درآمدهای مالیاتی در کشور را مشخص می‌کرد، اما امکان انتخاب از سوی مالیات دهندگان فراهم نبود. افراد مالیات دهنده هر چقدر ببینن که دارن در واقع منفعت می‌گیرن از حاکمیت، از دولت یا از در واقع از مجموعه نظام و مجموعه حکومت، طبیعتاً بیشتر ترغیب میشن به در واقع دادن مالیات. این درخواست های مردمی بالاخره در تیر امسال روی میز دولتی ها قرار گرفت. توانستیم مصوبه را از دولت بگیریم و عملیاتی بکنیم که اشخاص حقیقی
در یک سطحی بتوانند انتخاب بکنند که مالیاتی که پرداخت میکنند صرف کدام یک از پروژه های عمرانی در استان محل سکونت خودشون بشه. برای این کار هم میتونن بیان در واقع پروژه های ملی رو انتخاب بکنن، هم پروژه های استانی هست که میتونن از اون تعداد مواردی که مد نظرشون هست انتخاب بکنن و به ما اعلام بکنن که در نظر دارن که مالیاتشون در چه محلی مصرف میشه. هیئت وزیران با این مصوبه به سازمان برنامه و بودجه تکلیف کرده تا 1% از درآمدهای مالیاتی را با انتخاب خود معدیان صرف تکمیل طرح‌های نیمه تمام کند. در ادامه این آیین‌نامه آمده است که این طرح‌ها باید امکان خاتمه یافتن تا پایان همان سال را داشته باشند. حدود 500,000 معدی ما که مراجعه کردن و در واقع نسبت به تایید مالیات مقطوع بارگذاری شده اقدام کردن و برای پرداخت مالیاتشون وارد سامانه شدن، این انتخاب رو داشتن. فکر میکنم اگر اینجوری باشه هم یه عدالت خوبی اتفاق میفته، هم مردم ما توی ایران هم مثل جاهای دیگه افتخار میکنن به اینکه دارن مالیات پرداخت میکنن. و حالا از این به بعد 10 میلیون شخص حقیقی میتونن در سامانه مالیاتی مشخص. عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما. رقابت 200 فیزیکدان جوان از سراسر دنیا در نصف جهان. آزمون علمی 54مین المپیاد جهانی فیزیک امروز برگزار شد و قرار است بخش نظری هم پس فردا برگزار شود. دورخیز برای مدال طلا. انشالله که بتونیم بهترین نتیجه رو کسب کنیم. این اعتقاد یکی از اعضای تیم دانش آموزی ایران پیش از آزمون عملی 54مین المپیاد جهانی فیزیک است. به هر حال همه از اقصا نقاط جهان سعی کردن به بهترین شکل خودشون آماده کنند. ما هم تلاش‌های زیادی کردیم. 200 دانش آموز از 47 کشور دنیا آمدند برای کسب بهترین عنوان این دوره. تلاشمو می‌کنم که بتونم قبول بشم. مثل این دانش آموزان که میگویند فقط طلا. گولد مدال. Hope for gold. البته برخی هم جدایی از رنگ مدال ها دنبال محک زدن بنیه علمی خود هستند. I'm really excited for this. یه جوری تو این زمینه تجربهشو دارم و فکر میکنم که عملکرد خوبی داشته باشم. اونجایی که دانش آموزان بسیار مستعد و توانمندی اینجا در حال رقابت هستن، نمیتونن انتظار خاصی یا پیشبینی خاصی از نتیجه رقابت داشته باشن. آنچه از مدال برای من مهمتره سنجش سطح علمی خودمه. به گفته مسئول آزمون 54مین المپیاد جهانی فیزیک، سوالات عملی پس از یک سال کار علمی طراحی شده. برای این آزمون قطعات آزمایشگاهی با بهترین دقت آماده شده و تست شده و سعی کردیم که بتونیم استانداردهای جهانی رو برای برگزاری یک آزمون با کیفیت داشته باشه. دانش آموزان باید در آزمون نظری هم شرکت کنند و در نهایت نتایج 54مین المپیاد جهانی فیزیک اعلام می شود. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش از اعلام نتایج تجدید نظر شده و قطعی امتحانات نهایی دانش آموزان پایه 12 در سامانه my.medu.ir خبر داد. به گفته آقای زارعی، دانش آموزان باید نمره های خود را مشاهده و تایید کنند تا به عنوان سوابق تحصیلی به سازمان ملی سنجش فرستاده شود. سوابق تحصیلی دانش آموزانی که نمره های خود را تایید نکنند به سازمان ملی سنجش فرستاده نمی شود و اعتراضی هم پس از آن پذیرفته نخواهد شد. آقای زارعی گفت امکان ثبت درخواست رسیدگی در سامانه برای دانش آموزانی که مشخصات آنها با کارنامه مغایر است وجود دارد. جمعیت هلال احمر در قالب پویش مرهم زائر داروها و تجهیزات پزشکی مازاد مصرف مردم را جمع‌آوری می‌کند تا در زمان پیاده‌روی اربعین استفاده کند. رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر می‌گوید مردم این اقلام را به پایگاه‌ها و شعبه‌های جمعیت هلال احمر و مساجد تحویل دهند. پویشی برای مرهم زائران اربعین حسینی.
جمعیت هلال احمر اجرای این پویش رو از 2 سال پیش شروع کرده و از مردم خواسته اقلام پزشکی و داروهای مازاد مصرفشون رو برای استفاده در مراسم اربعین حسینی اهدا کنند. داروهای با شرایط خاص، یخچالی و دارای نگهداری در دمای 15 تا 25 درجه نباید باشه. با بسته‌بندی مناسب و ترجیحاً بسته‌بندی اولیه کارخانه باشه. این داروها پس از تفکیک توسط نیروهای متخصص دارویی و درمانی مورد استفاده قرار میگیره. تاریخ مصرفشون رو چک میکنیم، اونایی که قابل استفاده است جدا میکنیم و اونایی که قابل استفاده نیست و تاریخ مصرفش گذشته رو جدا میکنیم. معمولا اکثر داروهایی که هست قیچی خورده است، نسبت ما از مردم درخواست داریم که این داروها رو برامون نفرستن. شعب جمعیت هلال احمر، پایگاه‌ها و خانه‌های هلال، مساجد و تکایا محل جمع‌آوری این تجهیزات و اقلام دارویی هستند. تجهیزات پزشکی مثل ویلچر، اقلام قابل مصرف، فشارسنج، پالس اکسیمتر و سایر تجهیزاتی مشابه این هم قابل استفاده خواهد بود. بیشترین داروهایی که در پیاده روی اربعین استفاده میشه مسکن‌ها هستند و آنتی بیوتیک‌ها مصرف میشه در این کشور و این نیاز هست که بیشتر شهروندان داروهای خیلی تخصصی رو تحویل ندن. شربت‌ها اگر پولمپ دار هستش و تاریخ دار هستش رو میتونیم جمع‌آوری کنیم. همچنین مردم برای مشارکت در این طرح ملی میتونن با شماره گیری کد دستوری 3 ستاره 112 ستاره 3 مربع و یا به شماره حساب 999-99 جمعیت هلال احمر نزد بانک ملی کمک‌های نقدی خودشون رو واریز کنن. شرکت‌های تولید کننده و توزیع کننده دارو که میتونن در راستای مسئولیت اجتماعی خودشون ما رو یاری بکنن هم میتونن از طریق شعب جمعیت هلال احمر و سازمان داوطلبان جمعیت ما رو کمک بکنن. هموطنانی که علاقه‌مند هستن داروهای مازاد خودشون رو برای پویش مرهم زائر اهدا کنن تا 15 مرداد ماه مهلت دارند. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما. کتاب نامه از جنوب به چاپ دوم رسید. این کتاب به قلم عزت الله الوندی داستان زندگی شهید سمیر قنطار را برای کودکان و نوجوانان روایت می‌کند. این شهید جبهه مقاومت در آذر سال 94 در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در حومه دمشق به شهادت رسید. او را سردار اسرای لبنان نامیدند. وقتی 16 سال داشت اسیر شد. سمبل یک مقاوم مبارزی که 30 سال عمرشون رو در زندان‌های رژیم صهیونیستی گذروندن. سمیر قنطار، این مبارز جبهه مقاومت بعد از گذشت سالها در سن 46 سالگی به وطنش لبنان باز می‌گردد. ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات. حالا سرگذشت این زندگی پرماجرا از سالهای نوجوانی تا میانسالی و همه سالهایی که در اسارت می‌گذرد را می‌توان در کتابی با عنوان نامه ای از جنوب خواند. نامه ای از جنوب. دوست نازنینم نائل عزیز، خیلی دلتنگتر. یادش بخیر، از آخرین باری که با هم بودیم یک سال می‌گذرد. کتابی که زندگی نامه سمیر قنطار را در قالب یک داستان برای نوجوانان روایت می‌کند. این کتاب به دلیل اینکه روایت رو از نوجوانی این شهید شروع کرده، جذابیت ویژه‌ای برای نوجوان‌ها داره که فضای متفاوت زندگی اونها رو به نمایش میگذاره. کتاب از روزهای نوجوانی سمیر قنطار آغاز میشود و سرانجام با شهادتش بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی به دمشق سوریه به پایان میرسد. کتابی که با استفاده از تصویرگری مناسب برای نوجوانان میتواند انعکاس دهنده شرایط زندگی شهید سمیر قنطار باشد. فضایی که در پشت شهید ما میبینیم یک فضای پر التهابی هستش که شما اونجا میبینید سنگ ها، انفجار ها، نورهایی که توی اون جریان داره، همه اینها انعکاس دهنده اون زندگی و آرمان و شرایطی هستش که شهید سمیر قنطار در طول زندگیش تجربه کرد. کتاب نامه ای از جنوب دومین جلد از مجموعه 5 جلدی مرد میدان است که در پایگاه اینترنتی خط مقدم .com ارائه شده. مجموعه 5 جلدی مرد میدان به معرفی قهرمانان محور مقاومت برای نوجوانان می‌پردازد که شهید سمیر قنطار یکی از آنهاست. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما. صدها طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شستا در حوزه تعاون، اشتغال و سرمایه‌گذاری در سراسر کشور به بهره برداری رسید.
حجم سرمایه گذاری این طرح‌ها 7700 میلیارد تومان بوده که برای 11000 نفر اشتغال ایجاد شده. با ظرفیت 10000 تن افزایش به بهره برداری میرسونیم. آغاز میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. صبح دوشنبه با حضور وزیر تعاون‌کار و رفاه اجتماعی طرح‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با سرمایه‌گذاری 26 هزار میلیارد تومان و اشتغال زایی برای 4010 نفر به بهره برداری رسید. آغاز می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. امروز ما 12 پروژه بزرگ رو از جمله پروژه استحصال طلای تفتان و افزایش ظرفیت لاستیک بارز در کرمان و کردستان، پروژه مومگیری در شرکت ایرانول و پروژه مربوط به حدود تولید 7 میلیون متر مکعب پساب برای پتروشیمی خراسان و همچنین بر پروژه های دیگه در حوزه رایتل و ارتباطات و مخابرات رو به بهره برداری رسوندیم. همچنین در این مراسم از سامانه امکان دسترسی به اطلاعات شاغلین و جویندگان شغل و 300 طرح تعاونی کشور رونمایی شد. به واسطه سرمایه گذاری 7 و 7 دهم همتی، یعنی در واقع 7700 میلیارد تومان که در این طرح انجام پذیرفته بود، برای تعداد 11700 نفر فرصت شغلی در واقع ایجاد شده بود که الحمدلله این طرح به بهره برداری رسید. مدیر عامل صندوق آینده ساز هم از تامین 100% هزینه های بیماری های خاص خبر داد. مشکلی داشتن اعضا از سالهای گذشته این بود که باید مدارکشون رو تحویل میدادن به صندوق، حالا یا حضوری یا به صورت پستی با اتصال به سامانه وزارت بهداشت، و کمک اونها این نرم افزار سیناد رو ما ایجاد کردیم که تمام هزینه ها به صورت آنلاین از طریق موبایل یا وبسایت میتونن وارد بکنن، بلافاصله سنجیده میشه، هزینه هاشون پرداخت میشه. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم در پایان این مراسم با بیان اینکه هدف گذاری شده منابع بازنشستگان برای تامین آینده بازنشستگان سرمایه گذاری شود گفت: ما در سال 1400 تقریبا مجموع پرداختیمون، معدل پرداختیمون به صورت ماهانه در صندوق تامین اجتماعی حدود 27 هزار میلیارد تومان بوده است. امروز میگن 27 همت. الان که ما در خدمت شما هستیم بالغ بر 65 همت فقط نیاز به تأمین منابع برای پرداختی هزینه های مستمری و حقوق بازنشستگان و درمان بازنشستگان در صرفاً صندوق تأمین اجتماعی صورت میگیرد. خب بدین منظور هم باید ضریب پشتیبانی را افزایش داد، هم باید به سرمایه گذاری مولد و زود بازده و اثرگذار اهتمام ورزید. ما خوشبختانه در طول این مدتی که در این وزارتخونه بودیم به این مهم اهتمام جدی به عمل آوردیم. وزیر کار گفت قرار است همچنین روز پنجشنبه طرح شرکت پادجم در اصلویه با سرمایه گذاری 22 هزار میلیارد تومان به بهره برداری برسد. و به گفته مدیر عامل شستا با مجموعه طرحی که امروز با حضور وزیر کار به بهره برداری رسید، مجموعاً سالانه 150 میلیون دلار صرف جوی ارزی برای کشور خواهیم داشت. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما. حالا فناوران پژوهشگاه رویان موفق به ارائه روشی مؤثر بر پایه سلول و بافت زنده برای درمان مبتلایان به زخم پای دیابتی شدند. برای زخم پای دیابتی که مقاوم هستش به درمان و طولانی شده، درمان‌های پیشرفته‌ای وجود داره که درمان‌های پیشرفته بر پایه سلول و بافت زنده هستند و در حقیقت کمک میکنن به اینکه این بافتی که ترمیم خودش رو، قابلیت ترمیم خودش رو به علت دیابت از دست داده، ترمیم بشه. محصول توسعه داده شده مانند پوست زنده از سه لایه تشکیل شده و در محیط آزمایشگاهی تولید میشود. بافت پوست نایه خطنگاه نوزاده که پس از دریافت رضایت‌نامه از والدین نوزاد بافت به مرکز پژوهشگاه رویان منتقل میشه که در فضاهای تمیز این دولایی پوست در یک فرایند آنزیمی طی پروتکل‌هایی که از پیش تعریف شده، این سلول‌ها جدا میشن و کش داده میشن، ذخیره و فریز میشن برای تولید محصول نهایی.
مسئول فناورانه در مرحله نخست کارآزمایی بالینی بر روی 5 بیمار مقاوم به درمان انجام شده است. 5 بیمار که بیماران مقاوم به درمانی بودند و در طول چندین ماه درمان زخم پای دیابتشون انجام نشده بود، این محصول رو دریافت کردند و نشون دادیم که این بیماران تونستن زخم پاشون بهبود پیدا کنه. به گفته مسئولان پژوهشگاه رویان، مشابه محصول ایرانی در کشور آمریکا تولید و وارد بازار شده است و پیش بینی می شود محصول ایرانی بعد از گذراندن 3 مرحله کارآزمایی بالینی طی 2 سال آینده وارد بازار شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما. سازمان هواشناسی برای مناطقی از نوار شمالی و دامنه های جنوبی البرز مرکزی و جنوب شرق کشور رگبار و رعد و برق پیش بینی کرده. وزش باد در شرق کشور موجب خیزش گرد و خاک می شود. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز. امروز بعد از ظهر و امشب ما شاهد بارش ها در بخش های شمال غربی کشورمون. برای نواحی شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، استان اردبیل، سواحل جنوبی دره خزر، در استان های گیلان، مازندران، گلستان، بخش های شمال شرق، برای استان خراسان شمالی، نواحی شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات البرز، در ارتفاعات استان های قزوین، البرز، تهران و سمنان هستیم. در بخش های جنوبی تر ما این بارش ها رو بر بخش های نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان، نواحی شمال و شرق استان هرمزگان و ارتفاعات جنوبی استان کرمان شاهد هستیم که بارش ها طی این مدت در این مناطق به شکل رگبار و رعد و برق هستش.